8 مارس گرامی داشت روز جهانی زن. انتخاب روز 8 مارس به عنوان روز زن به سالهای پایانی قرن 19 و اوایل قرن 20 میلادی برمی‌گردد. شرایط کاری سخت و غیر انسانی با دستمزد کم کارگران زن در اوایل قرن 20 که همراه با مردان در کشورهای صنعتی وارد کارخانجات و بازار کار شده بودند، آنان را وادار به مبارزه علیه این بی‌عدالتی به شکل سازمانی یافته و منظم نمود. نخستین مراسم روز زن در 28 فوریه سال 1909 برای یادبود اعتصاب اتحادیه جهانی زنان کارگر صنایع پوشاک در نیویورک برگزار شد. در سال 1910 در کنفرانس جهانی زنان در دومین نشست سوسیالیست بین الملل در کوپنهاگ، کلارا زتکین مبارز کمونیست و سوسیالیست حقوق زنان پیشنهاد تعیین روزی به نام روز جهانی زن را داد. و بالاخره در سال 1921 روز 8 مارس به عنوان روز بین المللی زنان تعیین شد و سازمان ملل هم از سال 1977 این روز را به عنوان روز حقوق زنان به رسمیت شناخت. با آنکه بیش از 100 سال از تعیین روزی به نام روز زن می‌گذرد، اما مبارزه زنان در کشورهای گوناگون برای حقوق برابر همچنان ادامه دارد. بر اساس تحقیقات بانک جهانی در سال 2019 درباره تساوی حقوق اقتصادی زن و مرد در 187 کشور جهان نشان می‌دهد که تنها 6 کشور دنیا به صورت قانونی حقوق برابر را برای زنان و مردان تضمین کردند. اما نابرابری جنسیتی در ایران ابعاد بسیار گسترده‌تری نسبت به سایر نقاط دنیا دارد. بر طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال 2019 در زمینه برابری جنسیتی، ایران در میان 153 کشور در رتبه 148 قرار گرفته است، در حالی که در نخستین ارزیابی مجمع جهانی اقتصاد در سال 2006 رتبه 108 را در اختیار داشت. طبق جدیدترین گزارش این مجمع، ایران در بخش فرصت‌ها و مشارکت اقتصادی رتبه 147، در حوزه برابری آموزشی رتبه 118، در حوزه بهداشت و سلامتی در رتبه 130 و در حوزه توانمندسازی سیاسی در رتبه 145 این رده‌بندی قرار دارد. برخی از اعمالی که علیه زنان در ایران انجام می‌گیرد به روشنی برای زن ستیزان و طرفداران حقوق زن آشکار است. به عنوان نمونه می‌توان از سخنان تحقیرآمیز مسئولین جمهوری اسلامی نسبت به سیاستمداران زن در دنیا و یا حتی تحقیر و تمسخر مسائل مربوط به زنان در رسانه ملی یاد کرد. این راهو میام؟ بله میام. جدی؟ بله، به خاطر اینکه واقعا خوش می‌گذره. خوب آدم سه تا زن داشته باشه. نه خب میدونید همش تنوع، همش میدونید همش سرگرم. کار منم یه جوریه، خب نمیتونم زیاد کار خاصی نمی کنم، این واسه من شده سرگرمی. آخه آدم که نباید به زن نگاه سرگرمی داشته باشه. نه خانم، سرگرمی که بالاخره من واقعیت رو میگم. و برخی از اعمال هستند که علیه حقوق برابری زنان هستند و نقض حقوق زنان را به صورت گسترده و عظیم نشان می‌دهد و پیگیر این حق شهروندی بارها برای زنان ایران خسارت زیادی به بار آورده است. ممنوعیت ورود به برخی از مکان‌های عمومی مانند ورزشگاه‌ها. عدم بهره‌مندی از تمام ورزش‌ها در اماکن عمومی مانند شنا و دوچرخه سواری. انتخاب و اجبار در پوشش یا همان حجاب اجباری.
آنچه که اکثریت غریب به اتفاق فعالان اجتماعی و مدنی و حقوقدانان بدان اجماع دارند، نقض سیستماتیک حقوق پایه‌ای زنان در جمهوری اسلامی است. هرچند که در ماده یکم و دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت نوشته شده است که همه انسان‌ها آزاد و برابر و از هر گونه تبعیض معاف هستند. و همچنین با وجود آن که در هدف پنجم از سند 20 یونسکو در خصوص دستیابی به تساوی جنسیتی صحبت شده است، اما در ایران قانون اساسی جمهوری اسلامی به گونه دیگری است. قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران به شکلی ضمنی نابرابری زن و مرد در تمامی عرصه‌ها را بیان کرده‌اند، به طوری که زنان در هیچ مقام بالای دولتی، اعم از رهبری، ریاست جمهوری، قوه قضاییه، مقامات لشکری و غیره قرار نمی‌گیرند. در زمینه حقوق خانواده نیز نابرابری شدیدی در متن قوانین وجود دارد. به عنوان مثال ماده 1043 قانون مدنی ازدواج دختران را مشروط به کسب اجازه قانونی از پدر یا جد پدری کرده است. ماده 133 و ماده 1108 قانون مدنی نیز حق برتری مرد نسبت به زن را اعلام کرده و میگوید مرد میتواند زن را از هر عمل غیر ضروری و عملی که تکلیف شرعی او نیست و با استمتاعات متعارف او منافات دارد منع نماید. مانند خروج از خانه و مسافرت و خروج از کشور، ادامه تحصیل، حق کار کردن، حق شاغل شدن، حق طلاق، کفالت، سرپرستی فرزندان پس از طلاق و تصمیم گیری همواره به عهده مرد بوده و زنان هیچ حقی بر خود ندارند. این بی‌عدالتی و نابرابری را می توان در مالکیت، ارث و قصاص و دیگر موارد نیز مشاهده کرد. و در پایان نامه آتنا دائمی که به مناسبت روز جهانی زن در سال 1397 منتشر شده را بازخوانی می‌کنیم. هنوز زنانی که برای کسب آنچه شایسته انسانی است به پا خواسته‌اند به انواع بلاهای انسانی گرفتار می‌شوند. هنوز مردان برای زنان قانون گذارند. هنوز زنان را به زور سوار ماشین‌های گشت ارشاد می‌کنند و هنوز به خاطر مو و مانتوی کوتاه پلاک به گردن آنها می‌آویزند و از آنان عکس می‌گیرند. هنوز خشونت‌های خانگی علیه زنان امری است رایج. هنوز زن با برده تفاوتی ندارد. هنوز اسید چهره زنان را نابود می‌کند. روز جهانی زن است و من چیزی جز تیر روزی های زنان زندان قرچک به ذهنم راه نمی یابد و البته زندانی که فقط در جاده ورامین نیست، بلکه در خانه ها و در دل های اکثر زنان ایران است. تبریک 8 مارس را تقدیم به آنهایی می کنم که در همه جای قانون از مردها کمتر و کمترند، اما حداقل در قانون مجازات اسلامی با مردان برابرند و در تحمل کیفرهای سنگین چیزی از مردان کم ندارند. چه تناقضی. 8 مارس را به تمام زنان ایران که با تمام حق و حقوقشان انکار می‌شوند تبریک می‌گویم. باشد که از تاریخ پیشینیان خود درس بگیریم و برای رسیدن به آنچه که باید تلاش بیشتری کنیم. با امید به دستیابی هرچه بیشتر به برابری و عدالت در همه عرصه‌های زندگی. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید، لایک و یا دیسلایک بفرمایید و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.